به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور همگی شما. درس امروزی ما هم مضمون طب عدلی هست. ابتدا مروری داریم بر درس قبلی. در جلسه قبلی ما تعریف طب عدلی خواندیم، اهداف طب عدلی، ارتباط طب عدلی با سایر علوم، با رشته های کلینیکی و پاراکلینیکی، اصطلاحات طب عدلی، صلاحیت های متخصص طب عدلی، مسئولیت های متخصص طب عدلی، اینها رو خواندیم. بالاخره مواد تحقیقاتی طب عدلی که ما گفتیم شامل 5 بخش میشه، مواد تحقیقاتی طب عدلی، ما گفتیم هر آنچه که به طب عدلی میارن که معاینه بشه، اینها به نام مواد تحقیقاتی طب عدلی یاد میشه. چی یک جسد باشه، چی یک واقعه حیاتی یک انسان زنده باشه، چی شواهد و مدارک اثباتی جرم باشه، اهمالات طبی، غفلتی که در جریان تداوی از جانب اطباء و یا سایر پرسنل طبی کادر درمانی صورت میگیره، خطاها، عمدی، سهوی، غفلت ها که اینا به نام تحت نام اهمالات یاد میشه. اینها رو ما تحت عنوان مواد تحقیقاتی طب عدلی مطالعه میکنیم. در جلسه قبل ما از مواد تحقیقاتی طب عدلی دو موضوع خواندیم، یک موضوع واقعات فوتی و دیگه واقعات حیاتی. سه موضوع دیگه که شامل شواهد و مدارک اثباتی جرم میشه، دوسیه های جنایی میشه، اهمالات یا خطاهای طبی میشه، انشاءالله امروز میخوانیم. همچنین گزارش طب عدلی، نقش معاینات طب عدلی در روندهای کشف، تحقیق و قضاره امروز میخوانیم. خب شواهد و مدارک اثباتی جرم هم که زیر مجموعه مواد تحقیقاتی طب عدلی مطالعه میشه. شواهد و مدارک اثباتی جرم چیه؟ اسناد و موادیه که توسط از جرم صورت میگیره و یا آثار جرمی در خود داره. این شواهد و مدارک اثباتی جرم در کجا پیدا میشه؟ در محل جرم و نوهی آن نزد فاعل و یا مفعول جرم دریافت میشه که با معاینات و تست های لابراتوری علمی که بالای از صورت میگیره ما میتونیم جرم رو تثبیت کنیم و یا رد کنیم. به طور مثال شواهد و مدارک اثباتی جرمی که منشأ بیولوژیک داشته باشه ما اون رو مطالعه میکنه. حالا به طور مثال اگر یک پلیس میره در بررسی محل حادثه سلاح به دست میاره یا مواد قاچاق، مثلا مواد مخدر به دست میاره، اونها چون منشأ بیولوژیکی در خود نداشته باشه، حمل سلاح یا حیازت سلاح غیر قانونی، اونا به طب عدلی ارتباط نمیگیره. یعنی تمام مدارک اثباتی جرمی که اونا پلیس میره دریافت میکنه همگی به طب عدلی ربط نداره، بلکه تنها مدارک اثباتی جرمی به طب عدلی مرتبط هست که اونها منشأ بیولوژیکی در خود داشته باشه، آثار انگشت در خود داشته باشه، نمونه های از افرازات بدن، لابدن، افرازات بینی، ادرار، مواد غایطه، خون، مو، استخوان، جلد، عضلات، ناخون، اینها را اگه در خود داشته باشه، مایع منوی، اینها را اگه در خود داشته باشه، این مدارک اثباتی جرم به طب عدلی ارتباط میگیره. به طور مثال یک کارد خون آلودی اگر باشه از محل جرم دریافت میشه، ای به طب عدلی آورده میشه تا مشخص بشه اولا که این خون متعلق به انسان یا حیوان باید مشخص بشه. اگر این متعلق به انسان هست، گروه خونی باید مشخص بشه. به می ترتیب مثلا بعضی وقتا لازم میشه که معاینات دی ان ای انجام بشه که آیا این خون متعلق به کی هست، اینها باید مشخص بشه. پس بنابراین شواهد و مدارک اثباتی جرم ما به شما فهمیدیم اونایی که منشأ طبی بیولوژیکی داشته باشه، اونها به طب عدلی آورده میشه و تست انجام میشه.
بعد دوسیه های جنایی، دوسیه های جنایی در بعض وقایع طب عدلی ما میتونیم از این دوسیه های جنایی استفاده کنیم. بعضی اوقات وقت در یک قضیه مغلق و پیچیده در طب عدلی میایه، ما دوسیه های جنایی میتونیم بخوایم که ماهیت قضیه برای ما مشخص بشه. بنابراین طب عدلی صلاحیت داره که دوسیه های جنایی بخواه و مطالعه کنه تا ذهن دکتر سیبای طب عدلی روشن بشه، بتونن بهتر تصمیم بگیرن در واقعیت طب عدلی. میدیکل مال پرکتس یا اهمالات طبی، اهمالات طبی یا غفلت های طبی یا خطاهای طبی، خطاهایی که از انسان سر میزنه معمولا بدون و یا عمدی و قصدی یا سهوی است. تعریف از اهمالات طبی چیه؟ عبارت از خطا و اهمال وظیفوی طبیب و سایر پرسنل طبی، چی طبیب باشه، نرس یا معاون دکتر باشه، قابله باشه، انستیزیولوژیست باشه، همگی وقتی که از اینها خطای سر میزنه بررسی از اینا در جریان وظیفه که برای از اینا مؤول شده مربوط به طب عدلیه. خب وقتی این خطا سر میزنه در نتیجه از این عمل سوی از اینا مریض خسارمند میشه و ضرر صحی متوجه مریض میشه. خب بر علاوه که ضرر صحی متوجه مریض میشه، دیگه چی عواقبی در قبال داره؟ این عمل باعث از این میشه که موجب کسر شأن پرسنل طبی میشه، مثلا که مقدس طبابت در اجتماع صدمه میزنه، در نظم و مقررات طبابت سکتگی رو نما میشه. بنابراین وقتی یک اهمال طبی صورت میگیره، چی در قبال از او اهمال طبی شکایت باشه چی نباشه، باید طب عدلی ایر بررسی کنه. به طور مثال اگر کسی در جریان عملیات جراحی فوت میکنه، اقارب شخص متوفا میرن شکایت میکنن، طب عدلی میره ای اهمال طبی یا مالپرکتیس که انجام شده باشه یا نشده باشه ایر بررسی میکنه. وقتی طب عدلی ایر بررسی کرد، بعد جواب استلام سارنولی یا مورگان مربوطه یا محکمه می نویسن. حالا در قسمت اهمالات طبی شما باید دقت بکنین که اینج دو قضیه مطرح هست. ما گفتیم دفاع از حقوق مریض و دفاع از حقوق حقه پرسنل طبی از وظایف طب عدلیه. یعنی وقتی که ما اهمالات طبی بررسی میکنیم، در واقع هم دفاع از حقوق حقه و مشروعی طبیب در بر میگیره و هم دفاع از حقوق مریض و مریض دارد در بر میگیره. مثال های از این زیاده. ممکنه که در اثر زرق یک آمپول سیفتری اکسون کسی فوت بشه، بعد قضیه میایه به طب عدلی، باز طب عدلی بررسی میکنه که آیا این مریض نیاز داشته که به این سیفتری اکسون تطبیق بشه، تشخیص از این چی بوده، تشخیص از این مرض چی بوده، اعراض و علائم از این مریض چی بوده، آیا این دکتر صاحبه که این دوار تجویز کرده این صلاحیت داشته دکتر طب بوده یا نبوده، کسی که این تزریق کرده کی بوده، کسی که تزریق کرده مثلا صلاحیت تزریق این آمپول داشته یا نداشته. پس بنابراین ما اهمالات طبی اگر بحث کنیم خیلی صحبت داره، فعلا میگذاریم. شما اهمالات طبی به صورت کلی فهمیدیم که چی هست. بحث دیگه گزارش طب عدلیه. ما در طب عدلی، در آمریت طب عدلی هرات، تمام فعالیت هایی که ما انجام میدیم اونا درج گزارش ها خو میکنیم، درج کتاب های طب عدلی میکنیم که این اسناد نزد ما موجوده. گزارش طب عدلی از خود یک تعریفی داره، عبارت از یک سند رسمی است که بعد از انجام معاینات عدلی طبی توسط متخصص طب عدلی تهیه میشه و شامل سه قسمت میباشه. گزارش طب عدلی وقتی دکتر طب عدلی تهیه میکنه سه قسمت داره. قسمت اول به نام مقدمه یاد میشه، مقدمه طب عدلی. در این مقدمه ما چی چیزا می نویسیم؟ وقت و محل معاینات رو می نویسیم، چی ساعتیه، چی تاریخیه،
وضعیت جوی که این اجرای معاینات انجام میشه مینویسیم. وضعیت جوی مثلا روشنی طبیعی، نور آفتاب، هوا گرم، هوا سرد، روشنی مصنوعی، از چراغ و اینها استفاده میکنیم، از هدلایت استفاده میکنیم، از نور افکن استفاده میکنیم. چرا؟ به خاطر که جسدی که از طرف شب معاینه میشه در طب عدلی خیلی قضایای مهم باشه، مغلق و پیچیده باشه، از طرف شب هم وقتی که عاجل باشه ما اونا رو در نور مصنوعی، نور لامپ یا چراغ معاینه میکنیم. بعدا در جریان روز هم باید مجددن در نور طبیعی آفتاب اینها معاینه بشن. تقاضانامه و درخواست اجرای معاینات عدلی طبی به سندی که به اساس آن گزارش طب عدلی ترتیب میشه. تقاضانامه وقتی که سارنوال، سایبا یا قضی سایبا تقاضانامه می نویسن از ما هر چیزی که می خواین ما اونار می نویسیم که چی خواسته شده از ما، هدف ما چیه، ما چره بالاخره مثلا همی جسد رو معاینه می کنیم، ما چره همی واقعی حیاتی رو معاینه می کنیم، اهداف پر ما اونجا می نویسیم که ما به چی منظوری کار انجام میده. شهرت یعنی تخلص درجه تحصیل و رتبه علمی متخصص طب عدلی می نویسیم، معاینه کننده به اسم مؤسسه که در آن ایفای وظیفه می کنه اینا رو می نویسیم، اسم و سن میت می نویسیم در صورتی که مجهول الهویه نباشه. بعضی وقتا جسد ها مجهول الهویه هست، یعنی هویت مشخص نیست، یک جسد مثلا از یک جای دفن شده یا داخل چاه انداختن یا از داخل آب دریافت میکنن میارن به طب عدلی که وقتی والای از این معاینات انجام میشه این جسد مجهول الهویه، یه دیگه هویت از این معلوم نیه. ذکر مواد ارسالی هم از دوسیه ها مدارک اثباتی جرم و یا برگه شهود. موادی هم که خودی از این به طور مثال جسد با ما روان شده یا واقعی حیاتی با ما روان شده، چی مدرک اثباتی باشه، چاقوی خونالود باشه، کارد باشه، لباس باشه، بعضی اوقات حتی سنگا و کلوخای خونالود میارن به طب عدلی، اینها مدارک اثباتی که هست، اینها را باید ما ذکر کنیم که در همین قضیه بر علاوه مثلا واقعی حیاتی که ما آورده شده یا فوتی آورده شده مدارک اثباتی جرم هم بوده. شهرت اشخاصی که در حین اجرای معاینات عدلی طبی حاضرند. ما وقتی که معاینات عدلی طبی انجام میدیم گزارش خود تهیه میکنیم، شهرت از این دار مینویسیم. حالا معاینات عدلی طبی تنها نیه که ما یک جسد رو معاینه کنیم، بعضی اوقات واقعات حیاتی هست که ما در اونجا مثال ما تعیین سن میکنیم، در بعضی واقعات انانیت رو ما معاینه میکنیم، در بعضی واقعات فعل لوات رو ما معاینه میکنیم. اشخاصی که در اینجا حاضر باشن ما شرط از اونها رو یادداشت میکنیم، اینها در مقدمه هست. هدف معاینات ذکر سوالات طرح شده که بازم تکرار، توضیح کیفیت واقعه، نتایج تحقیقات مقدماتی، مشاهده محل واقعه و محتویات هست. ما در بررسی محل واقعه میریم، به طور مثال در بررسی محل واقعه ما که میریم یک جسد دار میبینیم که به دار ویخته، جسد به دار ویخته، بعد جسد که از دار پیین میکنن و میاریم به طب عدلی، در همون بررسی محل واقعه دکتر طب عدلی که میره مشاهدات خور مینویسه، اونمو مشاهدات هم باید وقتی که ما میاییم اینجا گزارش خور تهیه میکنیم اونا رو ما زم ازی گزارش کنیم. خب ما گفتیم یک گزارش طب عدلی سه قسمت داره، قسمت مقدمه تمام شد، بس رسیدیم سر قسمت تشریح، تشریحاتی که ما در این گزارش خواهیم. تشریح گزارش طب عدلی شامل تمام روندهای تحقیق و ارقام وقیه که با در نظر داشت روشهای تحقیقی تو هم با فوتور، رسم، سلایت و غیره بوده، مطالب زیر در بر داره. ما در گزارش خواه وقتی که تشریح میکنیم بیشتر از فوتو یا از اکسا و از فلومبرداری ها استفاده میکنیم، کمتر فعلا از رسم و از کروکی و اینها کمتره، سلایت ها اینا رو تهیه میکنیم که این مطالب رو در بر داره. الف معاینات عدلی طبی اکسات، اگر ما یک جسد در معاینه میکنیم چگونگی البسه به تشریح خصایص ظاهری جسد در که این معاینات خارجی میید به مشاهده میرسه ما باید تذکر بده، مخصوصا در واقعات مجهول الهویه، رنگ لباس، جنسیت لباس، نوعیت لباس، تمام لباس ها رو ما باید تشریح بدیم. چرا؟ در آینده ممکنه اقارب پیداشن که بگن از ما یک جسدی مفقود شده، باز ما همو اکسارم داریم در کتاب یا در گزارش خواهم تشریحات و خصوصیات ظاهری جسد و لباس و اینا رو هم میتونیم که برش شخص بگیم تا او تصویری در ذهن از او خلق شه و بفهمه که آیا میت متعلق به او هست یا نه. شرح معاینات داخلی اجواف، اعضا و انساج بدن، وقتی که ما
جسد رو باز میکنیم، به طور مثال ما میخواییم که علت مرگ رو پیدا کنیم، اول گردن رو وا میکنیم، بعضی ها بخواد گردن یا اونق هر چی وقت وا میکنیم، اونق ما وقتی بیشتر وقت ما وا میکنیم که کسانی که به گردن از اینا فشار وارد شده ببینیم خون ریزی عضلات گردن داره یا نه، احتقان در نیه موجوده یا نه. اگر کسی در اثر سوختگی مثلا فوت شده میارن جسد سوخته، ما میخواییم بدونیم که این در کانون سوختگی زنده بوده یا نه. اگر این تنفس کرده باشه، امی مثل ترقی های دوچار سوختگی میشه، دوچار آثار دوده و سوختگی در ترقی ها دیده میشه. به طور مثال اگر ما صد خواسته باشیم وا کنیم، در بعض واقعاتی که افراد مسن که مرگ ناگهانی دارن، اگر اینا یک مریضی قلبی سابقه اتروسکلروز چیز داشته باشن، ما قلب رو باز میکنه، مشخص میشه که این مرگ ناگهانی از این زمین قبلی شخص داشته که حال تشدید شده، باعث ایجاد مرگ ناگهانی شده در نزد ازی. به این ترتیب داخل بدن ما اگر باز میکنیم، محتویات میدر بعضی اوقات برای ازی که مشخص بشه که این شخص مسموم شده یا نه، محتویات میدر برمیداریم، نمونی از ادرار و نمونی از خون و نمونی از نسج کبد، نمونی از نسج کلیه، نمونی بعضی اوقات از نسج ریه میگیریم، گاهی اوقات از نسج امعا، اینا نمونه گیری میشه، برای پتولوژی به مرکز کشور اینا رو روان میکنیم، پتولوژی و توکسیکولوژی به مرکز کشور. لیست تمام اعضا و انساج که جهت تعویض به مقاصد علمی و تعلیمی از میت گرفته شده با تذکر مرجع ارسال کننده. در حال حاضر ما در طب عدلی برای تعویض انساج، برای ترانسپلنتشن فعلا تا حال در طول 12-13 سال گذشته ما تا حال استفاده نکردیم که مثلا عضوی از جسد بگیریم برای ترانسپلنتشن. اگر در کشورهایی که این امکانات موجوده از بعضی انساج بعضی قسمت‌های اعضای بدن از اونها میگیرن، باید ما مشخص کنیم این لیست. نتایج تحقیقات لابراتواری. خب ما وقتی که امی نمونه ها رو میگیریم روان میکنیم به لابراتوار، نتایج تحقیقات لابراتواری باید میایه که پس بریم، جواب ازی میایه که مثلا شما وقتی که این متوی میدر ما معاینه کردیم، در داخل از این سم و این سم و این سم مثلا دریافت شد یا هیچ گونه سم دریافت نشد، یا به طور مثال ما تست ادرار که انجام دادیم ای از مواد روانگردان از فلان مواد روانگردان استفاده شده، نتایج تحقیقات لابراتواری باید ما در قسمت تشریح بنویسیم. دیگه باز هم در قسمت تشریح اگر شخص زنده بود ما چه کار میکنیم؟ شرح مفصل علائم و عوارض جسمی، شرح مفصل علائم البسه و آثاری که بالای ازی دیده میشه. باز هم اگر یک شخص زنده بریم آوردن، به طور مثال یک شخص زنده چاقو خورده، یک شخص زنده بالاخره عوارض جسمی قبلی داره در بدن خود، مثلا ندبات عملیاتی در بدن خود داره یا هر سوی شکلی که داره، اینها رو ما باید بنویسیم. دیگه معاینات مدارک اثباتی جرم، مدرک اثباتی جرم ما قبلا برای شما گفتیم که چی هست، لیست مواد و اشیایی که جهت تحقیقات به لابراتوار ارسال میشه، اینها ما باید لیست اینا رو بنویسیم. تاریخ اجرای معاینات لابراتواری و نتایج آن. خب به هر حال باز هم معاینات اگر ما از مدارک اثباتی جرم اینا رو روان کردیم به لابراتوار، در کدام تاریخ روان شد و معاینات شد و جواب ازی برای ما داده شد، نتایج از این ما می‌نویسیم. به طور مثال ما میگیم یک چاقوی خونالودی آورده شد، ما روان کردیم به لابراتوار، این خونی که بر روی از این موجود بود متعلق به انسان نمی باشه. تمام. معاینات عدی تی بی، دوسیه های جنایی. خب اگر دوسیه های جنایی رو هم که میارن، بعد ما به صورت دقیق اینا مطالعه کنیم، چگونگی قضیه چه قسم اتفاق افتاده. وقتی در بعض قضیه ها، بازم تکرار میگم برای ما، برای شما، اگر دکترای طب عدلی یا متخصصین طب عدلی در بعض قضیه خیلی مغلق و پیچیده، این دوسیه ها جنایی میخوانند تا ماهیت قضیه برای ما مشخص بشه، شرح اسناد طبی و سایر اسنادی که در قضیه مهم پنداشته میشه. اسناد طبی در دوسیه های جنایی بعضی اوقات دوسیه جنایی میارن، قضیه قتل میارن، کسی خود خور به داره ویخته میارن، اسناد طبی هم داره. به طور مثال میگن این شخص مثلا مشکل روانی داشته، خود به دار زده، ما میگیم شما برای ما سند بدین، چندین نسخه میارن، مثلا میگم این در بخش سردمنی فلان شفاخانه بستر بوده، این دوا رو استفاده میکرده، تابلت هایی که میخورده میارن، پوشا تابلت ها رو میارن، نسخه ها رو میارن، ای ای جی یا گراف مغزی که از او گرفته شده بوده اینا رو میارن، بعضی وقتا دیگه معاینات سی تی اسکن و ام ار آی و چیزایی که لازم باشه به طب عدلی میارن، اینا بررسی میشه. قسمت استنتاج یا نتیجه گیری، ما مقدمه داشتیم، در مقدمه که
مسائل مقدمتی و همون چیزها رو می نوشتیم. تشریر هم که برای شما گفتم که تشریر در بعضی واقعات فوتیه، در بعضی واقعات حیاتی هست، در بعضی واقعاتی که مدارک اثباتی جرم باشه فرق میکنه. استنتاج یا نتیجه گیری، بالاخره ما وقتی که یک گزارش رو می نویسیم باید نتیجه از اون به ارگانهای مربوطه بنویسیم دیگه، چون برای سازمان سیبا و قضی سیبا نتیجه مهم است. یک تحلیل کیفیت واقع در قسمت تشریح متناسب با آخرین پیشرفت‌های علم طب است، طب باشه، ترتیب نتیجه گزارش طب بعدی به صورت واضح و مشخص با ارقام واقعی باشه. استنتاج باید مدلل، عام‌فهم و بدون قلم‌خوردگی باشه. به صورت عموم قسمت مقدمه و تشریح گزارش طب بعدی در جریان تحقیقات و نتیجه آن بعد از تکمیل شدن معاینات لابراتوری تهیه میشه. خب ما در قسمت استنتاج نتیجه تشریحاتی که ما داده بودیم برای ارگانهای کشف و تحقیق غذا اونا رو می نویسیم. باید به صورت واضح و مشخص باشه. به طور مثال اگر در یک قضیه فوتی ما نظر میدیم، میگیم علت مرگ فشار بر عناصر حیاتی گردن به دنبال دارویختگی، یا مثلا بگیم فشار بر عناصر حیاتی گردن علت مرگ، فشار بر عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن به دنبال خفه کرده شدگی. یعنی ما یک نوع هنگینگ داریم، نوع دیگه استرانگولیشن داریم. اگر یک نفر خود رو به دار میزنه این هنگینگ است، اگر کسی با تناب یا با رسمان یا به جسم رشته مانند او خفه میکنند، این باز به نام استرانگولیشن یاد میشه. یا به طور مثال یک شخص دست و پا از این محکم میگیرن، داخل دهن از این پارچه های نخی یا پلاستیکی یا تکار داخل میکنن، طرق تنفسی لوی از این مسدود میشه. باز هم ما بعد اینجا واضح بنویسیم از زمان مرگ از این، به طور مثال مینویسیم که در ساعت چند تاریخ چند معاینه شد، از زمان مرگ از این در ساعت معاینه به طور مثال 6 تا 12 ساعت سپری شده، یا 12 تا 24 ساعت، یا 1 تا 3 روز، یا 1 هفته تا 2 هفته، یا 1 ماه تا 2 ماه. همه گیر اینا رو می‌نویسیم، مشخص می‌نویسیم. اگر خانم بودی حامله بودی یا نه، اگر این حمل داشته مثلا طفل داخل بطن از این، جنسیت از این خیلی مهمه به خاطر اینکه مسئله دیه هست، این چند ماهه بوده، این طفل زنده شده بوده یا نشده بوده، اینا رو همه گیر برای از اون ما می‌نویسیم. استنتاج باید مدلل، عام‌فهم و بدون قلم‌خوردگی باشه. دکتر سیبای عزیز، شما انشالله در آینده در ممکنه در بخش‌های شفاخانه‌های مختلفه وظیفه بگیریم یا در کلینیک‌ها وظیفه بگیریم. بعضی وقتا استلام‌ها میایه که شما اونا رو جواب میدیم. کوشش کنیم که در استلام‌ها اصطلاحات طبی ننویسیم. چرا؟ شما اگر بنویسیم کدام پاتولوژی دریافت نشد، سارنوال سیب یا قضی سیب ممکنه نفهمند. ولی عوض پاتولوژی میشه که شما آرزه بنویسیم. اگر عوض US یا اولتراساوند شما میتونیم سونوگرافی نوشته کنه. دیگه عوض مثلا ایکیموز خونمردگی بنویسیم. واضح مشخص باشه که برای سارنوال سیبا و برای قضی سیبا و برای پرسنل پلیس آن فهم باشه، قلم خوردگی هم نداشته باشه. چرا؟ اگر قلم خوردگی داشته باشه این شک و تردید در قبال داره. گزارش طب عدلی در سن عقل تهیه میشه، یک نقل از او به مرجع درخواست کننده میره، مرجع سارنوری محکمه استلام میکنن، یک نقلی که ما جواب میدیم روان میکنیم به اونها، دو تا کپی دیگه هم از این میگیریم، یک کپی به ریاست خدمات طب عدلی در آرشیف نگهداری میکنیم و کپی دیگر در نزد متخصصی که جواب داده به پیش خود قایفز میکنه در شعبه. خب بالاخره وقتی ما کپی روان میکنیم، این مهر رو امضا میکنیم و صادر میکنیم، بالاخره در ریاست خدمات طب عدلی در کابل به امضای رئیس میرسه و در امیریت های طب عدلی در ولایات به امضای عامل طب عدلی مزین میشه و مهر میشه و بالاخره ای صادر میشه. نقد شده معاینات طب عدلی در روندهای کشف و تحقیق و قضا. معاینات طب عدلی در خدمت مقامات تحقیقی و قضایی قرار داده. مقامات تحقیقی چیه؟ تحقیق کدام نهاد انجام میده؟ سارنولی. قضایی، محکمه. بر اساس قوانین نافذه و در مراحل و روندهای مختلف کشف، تحقیق و قضا صورت میگیره. مرحله کشف چیه؟ کشف
شما اید بفهمید که کشف جرم مربوط به کی است؟ مربوط به پلیس. حالا پلیس در دو بخش، پلیس مربوط به وزارت داخله یا پلیس جنایی که در قمندانی امنیه هست در ولایات، و همچنین ریاست های امنیت ملی هم جز پلیس کشفی هستند که اینها هم واقعات را کشف میکنند، هم امنیت ملی و هم جنایی. در واقعات قتل و جرح تثبیت جرایم اخلاقی تبعدی خیلی نقش مهم و اساسی داره که این در مراحل کشف تبعدی هم نقش داره. چرا چی نقش داره؟ به طور مثال در وقت کشف دکتر تبعدی در بررسی محل واقع میبارن، در بررسی محل واقع. چرا؟ به خاطر که در آینده سوال میشه که اگر این شخصی که خود به دار زده به طور مثال محل داره ویختگی چی قسم جایی بوده، آیا امکان داره که در اینجا خود شخص به دار بزنه؟ به طور مثال میگن خود این شخص به کلکین به دار زده، آیا از جایی که این شخص خود به دار زده تا به زمین چقدر فاصله بوده، قطع از این شخصی که به دار ویخته شده چقدر بوده. بنابراین نقش طبیب در مرحله کشف خیلی مهمه. در مرحله تحقیق که تحقیق باز وظیفه سارنولیه، پلیس قضیه کشف میکنه، دوسیه تهیه میکنه، دوسیه ابتدایی میده به سارنولی، بعد سارنولی تحقیق میکنه. در جریان از این تحقیقات سارنولی هم تبعدلی نقش داره. فرستادن به موقع مواد جهت تحقیقات ادیتیوی اهمیت به سزای داره در جهت تثبیت میکانیزم وقوع جرم و شناخت مجرم، مشروط بر این که مواد تحقیق بدون گذشت زمان به طب عدلی فرستاده شد. مواد تحقیق اگر یک واقعی فوتی هست ایر زود به زودترین فرصت به طب عدلی روان کنند. چرا؟ وقتی که یک جسد تازه به طب عدلی بیایه، طب عدلی زودتر میتونه تصمیم بگیره که علت مرگ از چی بوده، از زمان مرگ از چی مدت سپری شده. ولی هر قدر که سپری بشه معاینات طب عدلی مشکل تر میشه. به می ترتیب شخصی اگه به ادعای نوشیدن مشروبات الکلی آورده میشه، در ساعات اولیه تشخیص ازی آسان‌تر، معاینه وقتی ما میکنیم شخص مثلا وضعیت شعوری درست نداره، زمان و مکان درست نمیتونه مشخص کنه. هر قدر که سپری میشه غلظت الکل در خون ازی شخص پایین میه، معاینات ازی مشکل تر میشه، نتیجه کمتر میده. پس بنابراین در مراحل تحقیق هم طب عدلی نقش داره. مرحله قضایی، مشخصات و تحقیقات بعدی در محکمه خصوصیات خود را دارا می باشد. خیلی مهمه، زیرا برای ترتیب کردن استنتاج دقیق و مکمل در جلسه قضایی، متخصص بعدی باید اسناد و دوسیه نسبتی را قبل از شروع جلسه قضایی مطالعه کنه. وقتی امی استلامی که از ما استلام میشه، از ما سوال میشه، پلیس امیر میده برای ما سارنولی هم میده، نتیجه از اینو بالاخره میره به محکمه که اونا با اساس همین نظریات متخصصین طب عدلی محکمه تصمیم میگیره. انال بعضی وقتا سوالات در نزد قضی صاحبا در ذهن از اینا سوالات خلق میشه که اینها رو باید دکتر صاحبا جواب بدن. خب در جلسه محکمه هم دکتر صلاحیت داره که اینجی حاضر بشه. نه تنها صلاحیت داره، بلکه وقتی که رئیس محکمه دستور میده دکتر طب عدلی مکلفه که در این جلسه بره. به اجازه رئیس محکمه متخصص میتونه سوالات از مدعی علیه وکیل دعوا و شهود داشته باشه. وقتی که به اونجا میریم راجع به واقعه ما سوالات مطرح میکنیم. البته از رئیس محکمه ما باید از قضی صحیبه مربوطه ما باید اجازه بخواهیم. در محکمه همان متخصص دعوت میشه که در مرحله تحقیق مسئولیت ابراز نظر داشته. به طور مثال در یک قضیه داره ویختگی همون دکتر صحیبه که همی قضیه بررسی کرده، در محکمه هم باید همو دکتر صاحب بره که اونجا ابراز نظر کنه. بعضی وقتا نظراتی که ما میدیم باز قضی صاحبا که این میخوانن بری از اونا خیلی مبهمه. وقت مبهم بود ابهامات داشت، باز دکتر طب عدلی میره، ترجیحاً همو دکتره که همو شخص یا همو قضیه بررسی کرده او میره به محکمه. اگر او شخص حاضر نباشه باز نظر به لزوم دید محکمه باز متخصص دیگری میره و در اینجا معلومات میده. محصلین نهایت گرامی، باز همه تکرار میکنم این قضیه درس دادن به صورت غیر حضوری یا به صورت آنلاین که از طریق اینترنتی مطالب در دست از شما قرار میگیره یک چیز نویه. امید است با تمام کمی و کستی ها شما ایر بپذیریم.
البته ممکنه که تون صدا هم اندک بالاتر باشه، ولی از این که تون صدای پایین خود یا به تنهایی تون صدای پایین هم میتونه مشکل ساز باشه، ولی از این که ممکنه که صدا شما نداشته باشیم. من هر موقع کوشش میکنم که کمی بلندتر صحبت کنم که تا این که در جریان شنیدن این پرزنتشن مشکل ایجاد نشه و شما بتونید به صورت درست مطالب رو بشنوید. البته ما اگر به صورت حضوری بیاییم انشالله که به خیر این قضیه کرونا حل بشه و حضوری بیاییم این قضیه رو تدریس بکنیم، خیلی برای شما انشالله مفید تره. تشکر، وقت شما خوش.